چند بار خودتون رو بابت زندگی که دارید سرزنش کردید؟ چند بار به خودتون گفتید که این زندگی حق من نیست؟ اصلاً چند بار از خودتون پرسیدید که من توی این زندگی چی میخوام؟ در این میکرو کتاب مارک منسون به شما میگه که چطور هدفتون از زندگی رو پیدا کنید و چطور بفهمید که باید با زندگیتون چه کار کنید. مارک منسون در این میکرو کتاب به شما راهکارهایی میده تا با خود واقعیتون روبرو شده و بفهمید که واقعا از انجام چه کاری در زندگی لذت میبرید و چه کاری واقعا شما رو به موفقیت میرسونه. لحن دوستانه و بیان واقعیتهایی که گاهی از چشم دور میمونن باعث شده تا این میکرو کتاب یکی از کتابهای پرطرفدار منسون باشه. درباره نویسنده مارک منسون نویسنده، وبلاگ نویس و کارآفرین آمریکاییه. او فارغ التحصیل رشته مدیریت مالیه، اما علاقه زیادی به روانشناسی داره و در این زمینه مطالعات زیادی داشته. او زمانی که کاملا ناشناس بود اولین کتابش رو منتشر کرد و با اینکه کسی او رو نمیشناخت در کمتر از یک سال تونست 15,000 نسخه از اون رو بفروشه. او همچنان وبلاگش رو به روز نگه می‌داره و یکی از پرمخاطب‌ترین وبلاگ‌های آمریکا رو داره. مقدمه. باید با زندگیم چی کنم؟ اگه این میکرو کتاب رو میشنوید باید بدونید که به اندازه کافی خوششانس هستید. شما این فرصت رو دارید که از خودتون بپرسید باید با زندگیم چه کنم؟ هدف من در این دنیا روی این سیاره چیه؟ در موردش فکر کنید. در بخش قابل توجهی از تاریخ میبینیم که معنا و هدف زندگی چیزی جز اینکه آدم‌ها کنار هم و درون جوامع جمع بشن و انقراض گروهیشون رو چند سالی به تأخیر بندازن نبوده. شاید اونها دور هم نمی‌شستن و ساعت‌ها برای اینکه باید زندگی خودشون رو وقف تهیه لباس‌هایی از پوست شیر کنن یا پیکان‌های بهتری بسازن یا خوراک بیشتری جمع کنن بحث نمی‌کردن. شاید زندگی در اون دوران سخت، وحشیانه و کوتاه بوده، اما زندگی‌ها ساده هم بوده. فقط کارهایی رو انجام بده که بقا و زنده بودنت رو تأمین می‌کنه. اما با گذشت زمان ما آدم کوچولوهای لعنتی یاد گرفتیم چطور روش‌های مختلف مردن رو از زندگی خودمون حذف کنیم. از نبوغ و استعدادهامون استفاده کردیم و روش‌های فراوونی پیدا کردیم تا سالم‌تر، راحت‌تر و سرگرم‌تر باشیم. اگرچه این پیشرفت‌ها فواید نامحدودی برای ما و گونمون داشته، اما ما رو مجبور کرده تا دائم با خودمون فکر کنیم چطور باید عمر خودمون رو سپری کنیم. همون فرصت محدودی که انسان اولیه صرف پیدا کردن خوراکی برای سیر کردن شکمش و پیدا کردن درختی برای خوابیدن زیر سایه اون می کرد. و همین دلیل هم بیشتر ما آدم ها هیچ ایده‌ای نداریم و نمیدونیم میخواییم با زندگیمون چه کنیم. حتی وقتی مدرسه و تحصیل رو تموم میکنیم یا شغلی پیدا میکنیم یا حتی پولی به دست میاریم نمیدونیم باید با زندگیمون چه کار کنیم. من در سن 18 تا 25 سالگی شغلهای زیادی داشتم. حتی وقتی کسب و کار خودم رو راه انداختم هم 4 سال طول کشید تا بالاخره به وضوح فهمیدم از زندگیم چی میخوام. احتمالاً شما هم مثل من هستید و نمیدونید از زندگیتون چی میخواید. این چالشیه که همه ی آدم بزرگا با اون سر و کار دارن. من میخوام با زندگیم چه کنم؟ من عاشق چه کاری هستم؟ چه کاری رو دوست ندارم؟ من حتی از افراد 40-50 ساله ایمیل هایی دریافت میکنم که هنوز از این که میخوان با زندگی خودشون چه کنن هیچ ایده ای ندارن. بخشی از مسئله اینه. هدف از زندگی. تصور این که هر یک از ما برای پیدا کردن هدفی والاتر به دنیا اومدیم و حالا رسالت جهانیمون پیدا کردن اون هدفه. همونطور که گفتم این یک مبحث لوکس و مجلله. رهاورد دنیای مدرن. اینکه ما در جهان کنونی قادر هستیم با خودمون فکر کنیم که باید با زندگیم چه کنم. حقیقت اینه که ما برای مدت نامعلومی در این زمین زندگی می کنیم
و در این مدت کارهایی انجام میدیم. بعضی از این کارها مهم هستند، بعضی هم مهم نیستند. کارهایی که مهم هستند به زندگی ما معنا و شادی میدن و کارهایی که مهم نیستند اساساً وقت کشی میکنن. پس وقتی آدم ها میگن من باید با زندگی چه کار کنم یا هدف من در زندگی چیست، در حقیقت میپرسن چه کار مهمی در مدت زمان نامعلوم حضورم در این دنیا میتونم انجام بدم. به نظر من این سوال بهتریه و مدیریت این سوال راحت تره و اون سنگینی عبارت هدف زندگی رو هم بردوش نمیکشه. هیچ دلیلی وجود نداره که وقتی تمام روز روی کاناپه لم دادید و مشغول خوردن هستید در باب اهمیت کیهانی زندگی خودتون تأمل کنید. باید به خودتون تکونی بدید و کشف کنید چه چیزی براتون مهمه. یکی از متداول‌ترین سوالاتی که مردم در ایمیل‌ها از من می‌پرسن اینه که هدف اونها در زندگی چیه؟ جواب دادن به این سوال برای من غیر ممکنه، چون من چیز زیادی در مورد اونها نمی‌دونم. هیچ ایده‌ای در ذهنم ندارم که این آدم‌ها چه کارهایی می‌کنن. اصلا من کی باشم که بگم چه چیزی برای اون آدم درسته یا چه چیزی براش مهم؟ در این میکرو کتاب یاد میگیریم که چطور به این سوال پاسخ بدیم. اما قبل از اون من و شما باید با هم صحبت کنیم. باید در یک بخش مجزا در مورد بعضی چیزها کمی حرف بزنیم. مثلا اینکه عشق و علاقه در این موضوع چه نقشی داره؟ یا درد کشیدن و نارضایتی چه ارزشی داره؟ حتی باید در مورد مرگ با هم کمی حرف بزنیم. اصلا بیایید صحبت هامون رو با مرگ شروع کنیم. فصل اول، چیزی که دوستش دارید را پیدا کنید و اجازه دهید که شما را در خود جذب کند. چارلز بوکوفسکی میگه همه ما قرار است روزی بمیریم. چه مضحک. همین حقیقت مسخره باید به ما این توان را بدهد تا به همدیگر عشق بورزیم. اما ما چنین نیرو و توانی نداریم. چیزهای بی اهمیت ما را بمباران و نابود می‌کند. هیچ ما را می‌خورد. بله، همه ما قرار بمیریم. من و شما و هر آدمی که در این دنیا زندگی می‌کنه. بالاخره یک روز اون لحظه سرنوشت ساز از راه می‌رسه. مرگ ما رو فرا می‌خونه و با خودش می‌بره. اینکه ما کی قراره بمیریم سوال جذابی نیست. وقتی بمیرید دیگه براتون مهم نیست که چه کارهایی کردید یا نکردید. سوال جذاب اینه که ما چطور میمیریم؟ با سرطان، ایست قلبی، سیاه زخم یا خفگی موقع خوردن نان؟ من چطور میمیرم؟ فکر کنم من چتر نجاتم کار نکنه و بمیرم. یا شاید هواپیما سقوط کنه. بعضی وقتها وقتی سوار هواپیما میشم و هواپیما در حال فرود اومدنه و هوا هم چندان مساعد نیست، با خودم فکر میکنم سقوط هواپیما چه شکلی میتونه باشه. ماسک های اکسیژن میافتن، زنا جیغ میزنن، بچه ها گریه میکنن. شاید اون لحظه من برم توی راهرو. در لحظه آخر حیاتم در حرکتی نمایشی دست غریبه ای رو توی دستم بگیرم و با هم منتظر اون لحظه اجتناب ناپذیر شیم. ما به سرعت از روی زمین محو میشیم و به ابدیت پیوند میخوریم. خوشبختانه هنوز این اتفاق نیفتاده، اما فکر کردن به اون هیجان انگیزه. وقتی به مرگ خودمون فکر میکنیم، در واقع داریم به آخرین لحظات زندگی فکر میکنیم. تخت بیمارستان، گریه عزیزان، آمبولانس و غیره و غیره. در فکر کردن به مرگ، دیگه به انتخاب‌های کوچک و بزرگمون و عادت‌هایی که داشتیم و با اونها به لحظه مرگ رسیدیم فکر نمی‌کنیم. شاید بهتره بگیم مرگ در مسیر زندگی غیر قابل اجتنابه. هر نفسی که می‌کشیم، هر لقمه‌ای که می‌خوریم، هر نیمه شبی و هر چراغ سبزی که از دست می‌دیم، هر خنده و هر فریاد و هر گریه و هر مشت کوبنده و هر آهی که از تنهایی می‌کشیم، هر کدوم از اونها ما رو یک قدم به ندای غم‌انگیز مرگ و خداحافظی از این دنیا نزدیک‌تر می‌کنه. پس سوال بهتر این نیست که من کی قراره بمیرم. سوال بهتر اینه که چه چیزی رو انتخاب می‌کنید و سوارش می‌شید تا به اون مقصد و لحظه برسید. اگه هر کاری که هر روز انجام میدید به نوبه خود و به گونه‌ای غیر قابل انکار شما رو به مرگ نزدیک‌تر می‌کنه، پس چه چیزی رو انتخاب می‌کنید تا شما رو بکشه؟
شور و شوق با درد همراه است. شاعر و نویسنده معروف چارلز بوکوفسکی یک بار گفت چیزی که دوستش دارید رو پیدا کنید و اجازه بدید اون چیز شما رو بکشه. بوکوفسکی تا میتونست مشروب میخورد و شیفته زنها بود. وقتی برای شعرخوانی روی صحنه میرفت مست بود و به مخاطبانش فحش و ناسزا میداد و پول بسیاری رو در راه قمار خرج میکرد. حتی خودش رو جلوی دیگران لخت میکرد. اما زیر این چهره زمخت و چندشاور بوکوفسکی مردی عمیق و درون نگر بود. شخصیت او والاتر از بیشتر افراد بود. بوکوفسکی بیشتر عمرش فردی ورشکسته، مست و از کار بیکار شده بود تا اینکه مجبور شد در اداره پست نامه‌ها رو بایگانی کنه. تمام عمرش بی هیچ فایده و ثمره ای نوشت. تمام عمرش فردی بازنده و کاملاً گمنام بود. پس از 30 سال نوشتن بالاخره قرارداد اولین کتابش رو بست. قرارداد ناچیزی بود. وقتی اون رو قبول می‌کرد نوشت: من 2 تا انتخاب دارم. در اداره پست بمونم و دیوونه شم یا از اینجا بیرون برم و نویسنده باشم و گرسنگی بکشم. من تصمیم گرفتم از گرسنگی بمیرم. به عقیده من صداقتی که در نوشته های بوکوفسکی وجود داره، ترسهاش، شکستهاش، پشیمانیهاش، خودتخریبیهاش و اختلال عاطفیش بی همتاست و چیزی با اون برابری نمی کنه. بوکوفسکی بی هیچ ترس و واهمه‌ای، بی هیچ کم و کاستی، بهترین و بدترین خودش رو به شما نشون میده. بدون اینکه حتی چشم از شما برداره یا حتی بعدش پشیمون شه و از شما معذرت بخواد. او بی هیچ قید و شرطی هم از شرم و خجالت نوشته و هم از غرور. بوکوفسکی خودش بود. تلفیقی از مردی وحشتناک و مردی زیبا. آنچه بوکوفسکی فهمید همون چیزیه که بیشتر انسانها قادر به درک اون نیستن. اینکه بهترین چیزها در زندگی گاهی اوقات زشتن. زندگی نظمی نداره و همه ما کمی تا حدودی گیج و غمزده هستیم و به راحتی میشکنیم. او هرگز عقده‌های روحی کودکان نسل انفجار یعنی بیبی بومر رو با آرامش و رضایت درک نکرد یا ایدئالیسمی که با اون میومد رو تجربه نکرد. او فهمید شما نمیتونید یک طرف رو بدون دیگری داشته باشید و این تضادها هستند که به هم معنا میدن. نمیشه عشق رو بدون درد فهمید. نمیشه بدون از خودگذشتگی و ایثار به مفهوم عمیق و ژرفای چیزی دست پیدا کرد. مفهوم هدف از زندگی در دهه‌های اخیر معروف شده و عمومیت یافته. ما فقط نمی‌خوایم پول در بیاریم یا صاحب شغلی امن بشیم. دوست داریم کار مهمی هم انجام بدیم. می‌خوایم مورد توجه قرار بگیریم. می‌خوایم صاحب برتری و قدرت شیم. معنا و مفهوم یک پدیده لوکس و تجملاتی مدرن است. مثل هر کالای لوکس دیگری در معنا هم ایدئال گرایی رو وارد کردیم. انسان ها معتقدن تنها کاری که باید انجام بدید اینه که اون چیز مخصوص خودتون رو پیدا کنید. اونا فکر میکنن که قرار شما اون کار رو انجام بدید و ناگهان همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت. شما تا روز مرگتون اون کار رو خواهید کرد و همیشه شاد و راضی خواهید بود. و سوار بر اسب خوش اقبال زندگی میتازید و صاحب میلیون ها دلار پول میشید. اما ما فقط به همون یک چیز نیاز داریم. اگه فقط میدونستیم چه کاری باید انجام بدیم، همه چیز درست میشد. قبول دارم. ایده هایی به ذهن میرسه که میتونیم برای شروع از اونها استفاده کنیم. اما پیدا کردن معنا و هدف زندگی یک کار 5 روزه نیست. این کار مثل کوهنوردی از میان گلولای و باد و طوفانه. باید از کوه بالا برید و چشمانتون رو خوب باز نگه دارید. باید این کار رو دوست داشته باشید. باید دوستش داشته باشید. همونطور که بوکوفسکی میگه، اینکه چطور از میان آتش رد میشوی از هر چیزی مهمتر است. پیدا کردن عشق و علاقه و هدف در زندگی مثل قدم گذاشتن به دل آتشه. قرار نیست یک روز از خواب بیدار شی و ببینی که اون کار رو پیدا کردی و خوشحال و راضی از اون روز به بعد اون رو انجام بدی. این کار هم مثل مرگ یک حرکت رو به جلوی دائمی و همیشگیه. باید چیزی رو امتحان کنید. دقت کنید و ببینید وقتی اون رو انجام میدید چه احساسی دارید. خودتون رو بررسی کنید و دوباره امتحان کنید.
هیچ کس همون روز اول یا روز دهم یا بعضی وقتها هم روز دویستم به کشف اون کاری که باید انجام بده نمیرسه. و تازه وقتی هم که اون رو پیدا کنید، دروغ اگر بگید که یک روز همه ی زندگیتون تغییر خواهد کرد. چون این شمایید که تغییر میکنید. جین فاولر میگه نوشتن آسان است. تنها کاری که باید بکنید این است که بنشینید و به یک صفحه خالی زل بزنید تا قطره‌های خون پیشانیتان روی کاغذ بچکد. آنچه که بوکوفسکی بیشتر از هر کس دیگری فهمید این بود که انجام دادن کاری که عاشقش هستید همیشه به این معنا نیست که شما عاشق هر کاری که می‌کنید هستید. یک از خودگذشتگی درونی و ذاتی در این بین وجود داره. درست مثل انتخاب کردن همسره. شما کسی رو انتخاب نمی کنید که تمام مدت خوشحالتون کنه، بلکه کسی رو انتخاب می کنید که می خواید در تلاطم و روزهای ناخوشی هم در کنارتون باشه. این امری اجتناب ناپذیره. مثل اینکه هیچ انتخابی ندارید، چون این همون چیزیه که هستید. معلول و ناتوان و خیلی چیزهای دیگه. این همون چیزیه که سوارش می شید و به سمت مرگ حرکت می کنید و خوشحالید که به اون اجازه می دید شما رو به اون برسونه. اما توهم نزدید اگر فکر کنید در این مسیر دست اندازی ندارید یا هیچ اتفاق عجیب و غریبی در انتظارتون نیست. ممکنه مطالعات شما در حوزه گفتار درمانی شما رو در مسیر صدا پیشگی قرار بده و بعد از اون شغلی در برنامه کودک پیدا کنید و بعد در سن 55 سالگی تصمیم بگیرید که حالا که به دلیل مسائل مالی شرکت برنامه کودک معلق شده، بهتره به کار تصویرسازی و طراحی تصویرهای کتابهای کمیک بپردازید. کاری که همیشه دوستش داشتید، اما کتابی منتشر نکرده بودید. ممکنه علاقه شما به تناسب اندام موجب شه در حوزه اندام و وضعیت بدنی عمیق‌تر شده و مربی زبان بدن و ارتباطات شید. بعد از اون به سمت کسب و کار مربیگری هدایت میشید. اما بعد از اینکه سالها با مسائل سطحی سر و کار دارید متوجه میشید که بدن خودتون رو در قالبی قرار میده تا بتونه با عواطف و احساسات سرکوب شده هماهنگ شه. پس دستمزد کلانی که از کار مشاوره به دست آوردید رو برمی‌دارید و یک کلینیک مخصوص ماساژ و طب سوزنی راه میندازید. در اونجا آخرین روزهای عمرتون رو صرف بالا بردن آگاهی مردم از ذهن و بدن می کنید. درست مثل بعضی از ما که عشق رو در اولین نگاه تجربه می کنیم، بعضی از ما هم معنا و کار مورد علاقه و پرشور خودمون رو در اولین تجربه پیدا می کنیم. درست مثل یک رابطه، باید ساختن این رو از یک سنگ کوچک شروع کنیم. قطعه به قطعه. تا اینکه بعد از سالها آجرکشی و عرق جبین این ساختمان بتونه روی پای خودش بیسته. وقتی به اونجا میرسیم، مثل هواپیمایی که ناگهان شیرجه میره، به اون اجازه میدیم تا ما رو به قبرمون برسونه. دست در دست بر فراز زمین پرواز میکنیم و قاه قاه خندمون در صدای باد و آتش و عشق تنین میندازه. بوکوفسکی میگه ما اینجا هستیم تا به عجایب اینجا بخندیم و آنقدر خوب و با کیفیت زندگی کنیم که مرگ از فکر بردن ما با خودش رعشه به تنش بیفتد. وقتی مرگ فرا میرسه چطور ما رو با خودش میبره؟ فصل دوم، مهمترین سوال زندگیتان. اینجا یک سره درباره مرگ حرف زدیم. حالا بیاید کمی هم درباره زندگی حرف بزنیم. البته زندگی شما. چند ثانیه با خودتون فکر کنید از زندگی چی میخواید؟ شادی، پول بیشتر، شغل بهتر، دوستان بیشتر، عشق زندگی، کاناپه‌ای گرم و نرمتر؟ بسیار خوب. هر کسی اون چیزی رو میخواد که احساس خوشایندی رو برای او به وجود میاره. همه میخوان یک زندگی بدون دغدغه، شاد و راحت داشته باشن. دوست دارن عاشق شن و رابطه عاطفی و جنسی خوبی داشته باشن. هر کسی دلش میخواد کامل و بی عیب و نقص دیده شه و پول در بیاره و مشهور شه و دیگران بهش احترام بگذارن و از او تقدیر کنن و یک متخصص و فردی حرفه‌ای و کاربلد و مجرب باشه که همه در حضورش به احترام او از جا بلند میشن. این آرزوی هر کسیه و داشتن چنین آرزویی کار راحتیه.
اگه از خودتون بپرسید از زندگی چی میخوای و بعد مثلا بگید میخوام شاد باشم و خانواده خوبی داشته باشم و شغلی که دوست دارم و داشته باشم، باید به شما بگم جواب شما به این سوال بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده است. در واقع به این معناست که هیچ چیزی نمیخواید. سوال بعدی جذابتره. شاید تا حالا این سوال رو از خودتون نپرسیده باشید. چه دردی رو در زندگیتون میخواید؟ میخواید برای چه چیزی دست و پا بزنید؟ شاید این سوال کمی اهمیت زندگیمون رو شفافتر کنه. همه میخوان شغلی عالی و استقلال مالی داشته باشن. اما همه نمیخوان 60 ساعت در هفته سختی بکشن و کار کنن. مسافت‌های طولانی در رفت و آمد باشن، کاغذبازی‌های مسخره انجام بدن و سلسله مراتب رسمی شرکت رو بالا و پایین کنن. آدم‌ها میخوان بدون اینکه خطری به جون بخرن ثروتمند شن، بدون اینکه از چیزی بزنن، بدون اینکه قبل از رسیدن به ثروت انبوه شکرگزار اون باشن. همه میخوان رابطه جنسی بی‌نظیری داشته باشن و صاحب یک رابطه عاطفی بی‌عیب و نقص باشن. اما هیچ کس نمیخواد با شریک عاطفیش جدی حرف بزنه. سکوت کذایی، احساسات دردناک و ماجراهای اعصاب خورد کن جای روابط عاشقانه و رمانتیک رو میگیره و شما رو به مرگ نزدیک میکنه. و این شکلیه که آدمها گوشه‌ای میشینن و سالها و سالها از خودشون میپرسن چی میشد اگه؟ و در نهایت سوالشون به همش همین بود تغییر شکل میده. و وقتی وکیل‌ها به خونه‌شون میرن و چک مهریه تحویل خانم داده میشه، از خودشون میپرسن این برای چی بود؟ اگه استانداردها و توقعات پایین 20 سال پیش شما این رقم رو تعیین نکرده، پس چه چیزی مسبب اون بوده؟ برای شادی و خوشبختی باید دست و پا بزنید. مثبت محصول فرعی مدیریت کردن منفیه. شما فقط تا زمانی میتونید مانع از تجربه های منفی شید که اونها خودشون دوباره به زندگیتون بر نگشتن. ذات و بنیاد نیازهای همه ما انسانها کم و بیش به هم شبیهه. مدیریت تجربه مثبت کار آسونیه. این تجربه منفیه که همه ما با اون سرشاخ میشیم و با اون دست و پنجه نرم میکنیم. بنابراین اون چه از زندگی به دست میاریم توسط احساسات خوشایندی که مطلوب ما هستند حاصل نمیشه. دستاوردهای ما در زندگی محصول احساسات ناخوشایندی هستند که دوست داریم بتونیم در برابر اونها تاب بیاریم تا بالاخره ما رو به احساسات خوشایند دلخواهمون برسونن. آدم‌ها میخوان اندامی عالی و جذاب داشته باشن، اما باید بدونید اندام عالی نخواهید داشت مگر اینکه درد و فشار فیزیکی حاصل از ساعت‌ها باشگاه رفتن رو به جون بخرید، مگر اینکه عاشق محاسبه کردن کالری‌های دریافتی و اصلاح سبک غذا خوردنتون باشید، مگر اینکه زندگی خودتون رو بر اساس هر بشقاب غذایی که می‌خورید برنامه ریزی کنید. آدما دلشون می‌خواد کسب و کار خودشون رو راه بندازن یا استقلال مالی داشته باشن. اما یادتون باشه شما کارآفرین موفقی نمی‌شید مگر اینکه راهی پیدا کنید و خطر رو به جون بخرید و دلتون رو به دریا بزنید. عدم قطعیت، شکست‌های تکراری یا ساعت‌های طولانی کار کردن روی چیزی که هیچ تصوری از موفقیتش ندارید. اینا بخشی از مخاطرات کارآفرینی و مقدمه رسیدن به استقلال مالیه. آدما دلشون می‌خواد پارتنر یا همسر داشته باشن. اما یادتون باشه شما نمیتونید کسی رو جذب خودتون کنید. اما نوسانات و پریشونی‌های عاطفی اون رو به جون نخرید. ممکنه طرد شید. ممکنه درگیر فشار جنسی شید و هیچ وقت از شر اون خلاص نشید. ممکنه ساعتها به گوشی تلفن زل بزنید و صدایی از اون بلند نشه. اینا هم بخشهایی از بازی عشقن. اگه بازی نکنید که برنده نمیشید. اون چه موفقیت شما رو مشخص میکنه جواب این سوال که چی میخواید تا لذت ببرید و شاد باشید نیست. بلکه باید بدونید در برابر کدوم دردها میتونید تاب بیارید. کیفیت تجربه‌های منفیه که کیفیت زندگیتون رو تعیین می‌کنه، نه کیفیت تجربه‌های مثبت. برای اینکه از تجربه‌های منفی و ناخوشایند خودتون نتیجه خوبی به دست بیارید، باید بتونید با زندگی تعامل خوبی برقرار کنید. یک جمله قدیمی است که میگه شما فقط چیزی رو به دست میارید که به اندازه کافی اون رو خواسته باشید. خب معلومه که هر کسی دلش چیزی میخواد و هر کسی همون چیز رو به قدر کافی میخواد.
او فقط نمیدونه اون چه میخواد یا اون چه به قدر کافی میخواد چیه. اگه شما منافع چیزی رو در زندگیتون بخواید، باید هزینه ها و بهای اون رو هم بخواید. مثلا اگه میخواید برنزشید، باید عرق کردن، سوزش و خارش، صبح زود بیدار شدن و درد گرسنگی رو به جون بخرید. اگه قایق بادبانی میخواید، باید شب بیداری، بالا و پایین های کار و احتمال غرق کردن یک یا هزار نفر رو به جون بخرید. اگه میبینید ماها و سالهاست چیزی رو میخواید اما هنوز اتفاق نیفتاده و حتی یک قدم هم به اون نزدیک نشدید، پس شاید اون چه میخواید توهمه، کمالگراییه، تصویر و پندار باطل یا وعده‌ای دروغینه. شاید اون چه میخواید اون چیزی نباشه که میخواید. شاید فقط از خواستن اون لذت میبرید. شاید اصلاً واقعاً اون رو نمیخواید. بعضی وقتها از مردم میپرسم شما چطور انتخاب میکنید که رنج بکشید؟ سرشونو کج میکنن و طوری به من نگاه میکنن انگار من 12 تا دماغ دارم. اما این سوال رو میپرسم چون جواب شما به این سوال اطلاعات بیشتری در مورد شما به من میده تا وقتی که برام از آرزوها و رؤیاهاتون حرف میزنید، چون شما باید چیزی رو انتخاب کنید. نمیتونید یک زندگی بدون درد داشته باشید. زندگی نمیتونه فقط گل و بلبل باشه. و خب معلومه که جواب دادن به این سوال مهم کار بسیار سختیه. اما اگه به جای اون از شما میپرسیدم چطور انتخاب میکنید شاد باشید و لذت ببرید، سوال ساده ای میشد. بیشتر ما جواب مشابهی به این سوال میدیم. سوال جذابتر سوالیه که از درد میپرسه. دردی که میخواید تحمل کنید چیه؟ جواب این سوال شما رو به جایی میرسونه. این سوالیه که میتونه زندگیتون رو تغییر بده. این همون سوالیه که من رو من میکنه و تو رو تو. این همون چیزیه که ما رو تعریف میکنه و ما رو از هم جدا میکنه و در نهایت ما رو به هم برمیگردونه. من در بیشتر دوران نوجوانی و جوانیم رویای موزیسین شدن رو در سر داشتم. دلم میخواست ستاره راک بشم. هر ترانه‌ای که با گیتار نواخته شده بود رو میشنیدم، چشمامو میبستم و خودم رو روی صحنه در حال نواختن اون تصور میکردم. جمعیت روبروم جیغ میزدن و مردم با شنیدن و دیدن هنرنمایی من دیوونه میشدن. این توهم ساعتها منو در رؤیا فرو میبرد. این توهم و رؤیا پردازی تا دوران دانشگاه هم ادامه داشت. حتی بعد از اینکه دانشکده موسیقی رو رها کردم و نواختن گیتار رو به طور جدی کنار گذاشتم. اما حتی اون موقع هم از خودم نپرسیدم که اگه من دارم روبروی جمعیتی پرشور و عاشق می نوازم، خب قراره که این کار رو بکنم. در حقیقت تا قبل از اون تمام کاری که می کردم وقت کشی بود. زمانم رو از دست می دادم. زمانی که می تونستم روی اون سرمایه گذاری کنم و به اونجا برسم و رؤیام رو محقق کنم. اول باید دانشگاه رو تموم می کردم. بعد باید پول در می آوردم. بعد باید وقت پیدا می کردم. بعد و در نهایت هیچی. شاید نصف عمرم رو صرف خیال پردازی در مورد این موضوع کرده بودم. اما این توهم و خیال هرگز به واقعیت تبدیل نشد. وقت و تجربه های منفی و ناخوشایند زیادی از من گرفته شد تا بالاخره فهمیدم چرا واقعا اون رو نمی خوام. من عاشق نتیجه کار بودم. تصویر خودم رو روی صحنه، آدمایی که فریاد می‌زدن، منی که می‌نوازم و قلبم رو درون اجرا می‌ریزم. اما من عاشق روند کار نبودم. به همین دلیل شکست خوردم و مکررن شکست خوردم. در اصل من هیچ وقت به اندازه کافی سخت تلاش نکردم که شکست بخورم. اصلا مگه تلاشی هم کردم؟ تمرین و خرمالی های تمرینات روزانه، برو و بیا برای پیدا کردن گروه و تمرین، درد پیدا کردن ساز، آدمایی که خودتو به اونها نشون بدی و برای اونها اجرا کنی، سازهای شکسته، آمپلیفایرهای خراب و باد کرده، بیماشینی و اسیر تاکسی شدن و رفت آمد سر تمرین، رسیدن به این رویا به اندازه یک مایل کوهنوردی و رسیدن به قله درد سر داره. بعد از مدت‌های طولانی فکر و خیال تازه فهمیدم من اینقدرها هم علاقه‌ای به کوهنوردی و سربالایی رفتن نداشتم. فقط دوست داشتم به قله برسم و خودم رو در اوج تصور کنم. طبق باورهای فرهنگی من خودم باعث شکست خودم شدم. یعنی من به نوعی یک بازنده به حساب میرم. کسی که بیخیال رؤیاهاش میشه و رهاش میکنه.
فرهنگ خودیاری میگه که یا من به اندازه کافی شجاع نبودم و شهامت کافی نداشتم، یا به اندازه کافی مصمم نبودم، یا اینکه خودم رو به قدر کافی باور نداشتم. کارآفرین ها و استارتاپ ها هم حتما خواهند گفت که من جا زدم و بیخیال رؤیام شدم و تسلیم شرایط اجتماعی معمول و همیشگیم شدم. شایدم پیشنهادشون به من این باشه که بهتر از عبارتهای تأکیدی مثبت استفاده کنم، یا عضو گروهی از نوابق و مغزهای متفکر شم، یا اجرایی برگزار کنم، یا بالاخره کاری کنم. اما حقیقت چندان هم خوشایند نیست. من فکر می کردم چیزی رو می خواستم، اما کاشف و عمل اومد که من چیزی نمی خواستم و این پایان قصه است. من پاداش می خواستم، جایزه رو دوست داشتم، نه سختی ها و دستانداز ها و چالش های راه رو. من نتیجه رو می خواستم، نه مسیر رسیدن به نتیجه رو. من عاشق جنگیدن نبودم، من عاشق پیروزی و فتح بودم. این که قانون زندگی نیست، اصلا زندگی اینطور کار نمی کنه. ارزش هایی که دوست دارید برای اونها دست و پا بزنید و خودتون رو به خطر بندازید، همون چیزهایی هستند که شما رو تعریف می کنن. اونایی که سختی ها و مشقت های باشگاه رفتن و تمرین کردن رو به جون می خرن و از اون لذت می برن، همونایی هستند که اندام زیبایی برای خودشون می سازن. اونایی که از ساعت ها و هفته های طولانی کار کردن لذت می برن و سیاست های پلکانی شرکت رو دوست دارن، همونایی هستند که از نردبان ترقی بالا می رن. اونایی که استرس و فشار و بلا تکلیفی و نامعلومی سبک زندگی هنرمندی رو دوست دارن، همونایی هستند که در نهایت اون رو زندگی می کنن و می سازن. ربطی به نیروی اراده یا ثبات و پایداری نداره. ربطی به کلیشه همیشگی نابرد رنج گنج میسر نمی شود نداره. این ساده ترین و البته اصلی ترین قانون زندگیه. سختی ها و چالش های ما موفقیت ما را تعیین می کنند. پس عزیزان من، چالش ها و سختی هاتون رو عاقلانه و هوشمندانه انتخاب کنید. فصل سوم، سوالات عجیب و غریبی که با شما کمک می کند هدف خود را در زندگی پیدا کنید. اینجا حتما فهمیدید که درک و پیدا کردن این بخش از زندگیتون خودش یک فراینده. این فرایند تا حدودی سخته و برخی اوقات هم ممکنه دردناک باشه. به علاوه این که این فرایندیه که باید اون رو به تنهایی انجام بدید. هیچ کس دیگه نمیتونه اون رو به جای شما انجام بده. به عبارت دیگه هیچ کس دیگه این کار رو براتون نخواهد کرد. خبر خوب اینه که من تعدادی سوال آماده کردم. این سوالا به شما کمک میکنن تا اولین گام رو بردارید و بفهمید باید با زندگیتون چی کار کنید. این سوالا جامع و تعیین کننده نیستن. در حقیقت شاید حتی کمی هم مسخره باشن. اما خواستم مسخره باشن چون کشف هدف زندگی باید جذاب و سرگرم کننده باشه، نه کاری سخت و خسته کننده. 1. حاضری چه تجربیات تلخ و چه دردهایی را تحمل کنید؟ بله، این سوال خیلی مهمیه. حاضری چه تجربیات تلخ و چه دردهایی رو تحمل کنید؟ یک حقیقت مسلم درباره زندگی وجود داره. همون چیزی که در دوران دبیرستان به شما نگفتن. بعضی وقتها ممکنه هر چیزی به طرز وحشتناکی ناخوشایند و دردناک و غیر قابل تحمل شه. فکر میکنم تا حالا 8 باری این رو گفتم. برای همین شاید با خودتون فکر کنید آدم بدبینی هستم. شایدم با خودتون بگید آقای منسون بی خیال، بس دیگه. اما واقعا فکر میکنم این نکته ای آزادی بخش و رها کننده است. باید در هر کاری خود رو فدا کرد. هر کاری بهایی داره. هیچ کاری نیست که همیشه خوشایند باشه و روحیه شما رو بالا ببره. پس سوال اینه. حاضری چه سختی ها و دردسرها و از خود گذشتگی هایی رو تحمل کنید؟ در آخر، این توانایی ما برای مدیریت کردن دردها و سختی ها و ناملایمات و بیرون روندن روزهای ناخوشاینده که توانایی ما برای متعهد موندن به چیزی که برامون ارزشمند رو نشون میده. اگه میخواید کارآفرینی خوشنام در حوزه تکنولوژی باشید،
اما نمیتونید شکست رو مدیریت کنید، پس بدونید قرار نیست به اون چه میخواید برسید. اگه میخواید هنرمندی حرفه‌ای باشید، اما نمیتونید ببینید که اثرتون صدها بار، شاید هم هزاران بار رد میشه، پس باید به شما بگم قبل از شروع کار فاتحتون خونده شده. اگه میخواید وکیلی ماهر و زبردست باشید، اما نمیتونید در هفته 80 ساعت کار کنید، متاسفانه خبر خوشی برای شما هم ندارم. کدوم تجربه های ناخوشایند رو میتونید مدیریت کنید؟ آیا میتونید تمام شب و بیدار بمونید و کد نویسی کنید؟ آیا میتونید تشکیل خانواده رو 10 سال عقب بندازید؟ آیا میتونید تحمل کنید که بارها و بارها روی صحنه بایستید و حاضران به شما بخندن و این اتفاق اونقدر تکرار شه تا بالاخره بتونید از پس اجراتون بر بیاید؟ شما حاضرید کدوم دردها و سختی ها رو تحمل کنید؟ یادتون باشه که همه ما بالاخره درد و رنجی رو متحمل خواهیم شد. دردی که اون رو تحمل می کنید همون برتری رقابتی شماست. به عبارت دیگه هر کاری که دوست دارید انجامش بدید، همون کاری که بیشتر آدم ها دوست ندارن انجام بدن، شما رو چندین سر و گردن از دیگران بالاتر می بره. پس بگردید و پیدا کنید که چه درد و رنجی رو می تونید به جان بخرید. چه حقیقتی امروز در مورد شما صادق است که خود 8 سالتان را به گریه می اندازد؟ وقتی بچه بودم عادت داشتم داستان بنویسم. ساعتها تنها توی اتاقم می نشستم و درباره بیگانه ها، ابرقهرمان ها، سلحشوران بزرگ، دوستان و خانوادم داستان می نوشتم. من قصه می نوشتم نه به خاطر اینکه می خواستم کسی داستانم رو بخونه، نه به خاطر اینکه می‌خواستم پدر و مادر یا معلم‌هام رو تحت تأثیر قرار بدم، بلکه کار نوشتن برام لذتی ناب و محض داشت. بعد به دلیلی کار نوشتن رو متوقف کردم و علتش رو هم یادم نمیاد. همه ما تمایل داریم که ارتباط خودمون رو با آنچه در بچگی دوست داشتیم قطع کنیم و از اون فاصله بگیریم. فشارهای اجتماعی دوران نوجوانی و فشارهای کاری و شغلی دوران بزرگسالی شور و شوقمون رو از ما میگیرن. به ما یاد میدن که تنها دلیل برای انجام کاری پاداش گرفتن در برابر انجام اون کاره. ماهیت معامله گونه جهان هستی هم شور و شوق ما رو خاموش میکنه و احساس میکنیم گم شدیم یا گیر افتادیم. 20 و چند ساله بودم که فهمیدم چقدر عاشق نوشتنم. کسب و کارم رو شروع کردم. یادم اومده بود چقدر از راه اندازی وبسایت لذت میبرم، کاری که وقتی نوجوان بودم برای سرگرمی و تفریح انجام میدادم. نکته جالب اینه که اگه خود 8 سالم از خود 20 سالم میپرسید چرا دیگه نمینویسی، من جواب میدادم چون خوب نمینویسم، یا چون کسی چیزی که من مینویسم و نمیخونه، یا چون از نوشتن که پولی در نمیاد. نه تنها در مسیر کاملا غلطی بودم، بلکه اون خود 8 ساله من احتمالاً از دستم به گریه می افتاد. اون خود 8 ساله من اهمیتی به ترافیک گوگل یا یادگیری شبکه‌های اجتماعی یا پیشرفت‌های صنعت کتاب نمیده. او فقط دلش می‌خواد بازی کنه و این همون جاییه که شور و شوق از اون آغاز میشه. شور و شوق با نوعی احساس بازیگوشی همراهه. 3. کدام کار است که ساعتها درگیرش می شوید و حتی خوردن را از یادتان می برد؟ حتما همه ما تجربه کردیم که گاهی آنچنان در کاری غرق شدیم که دقیقه ها به ساعت و 1 ساعت به چند ساعت پیوند خورده و یادمون رفته چیزی بخوریم. وقتی اسحاق نیوتن نوجوان بود، مادرش مجبور بود دائم سراغش بیاد و به او یادآوری کنه که غذاشو بخوره. نیوتن تمام روز آنچنان سرگرم کارش بود که غذا خوردن رو فراموش می کرد. منم وقتی بازی ویدیویی می کردم چون این وضعیتی داشتم. البته که این وضعیت چندان هم جالب نبود. در حقیقت این وضعیت سالها نوعی معضل اساسی به شمار می رفت. به جای اینکه کارای مهمتری انجام بدم، مثلا برای امتحانم درس بخونم یا سر وقت دوش بگیرم یا با آدمهای دیگه رو در رو حرف بزنم، ساعتها مشغول بازی بودم. تا وقتی بازی کردن رو کنار نذاشتم نفهمیدم که در واقع خود بازی نبوده که منو مجذوب و شیفته اون کرده بود، اگرچه که بازی ویدیویی رو هم دوست دارم. در اصل من شیفته رشد کردن بودم. عاشق این بودم که در کاری یا چیزی مهارت پیدا کنم و بعد تلاش کنم تا در اون کار بهتر و بهتر شم.
خود بازی‌ها، گرافیک اونها، ماجرا و قصه‌شون خوب بود. اما من میتونستم بدون اونها هم زندگی کنم. رقابت با دیگران و رقابت با خودمه که منو تشنه اون میکنه. از این وسواسم برای بهبود خودم و رقابت با یک کسب و کار اینترنتی و به علاوه در نوشته هام استفاده کردم. جالبه بدونید که اوضاع به طرز عجیب و شگفت‌آوری فرق کرد و من اوج گرفتم. شاید چیز دیگه‌ای در شما شور و شوقتون رو بالا میبره و شما رو به وجد میاره. شاید مثلا سر و سامون دادن وسایل یا گم شدن در دنیای خیالات یا چیزی رو به کسی درس دادن یا حل کردن مسائل و مشکلات فنی به شما انگیزه ی حرکت میده. هرچه که هست تمام شب نشینید و به کارهایی که دوست دارید انجام بدید زل نزنید. کشف کنید کدوم اصول شناختی پشت اون کارها و فعالیت‌های جذاب هست که شما رو شیفته و مجذوب اونها می‌کنه. اون اصول رو پیدا کنید و اونها رو به راحتی هر جای دیگه‌ای که می‌خواید به کار ببرید. 4. کدام کار است که شما را بیشتر از هر چیزی شرمنده و خجالت زده می‌کند؟ قبل از اینکه بتونید در هر کاری ماهر شید و کار مهمی انجام بدید، باید به کاری بچسبید و هیچ ایده‌ای از اینکه چه کاری انجام میدید نداشته باشید. کاملاً واضحه. برای اینکه به کاری بچسبید و ایده‌ای از اینکه چه کاری انجام میدید نداشته باشید، باید خودتون رو به شکلی خجالت زده کنید. نه یک بار، بلکه باید چندین و چند بار از خودتون خجالت بکشید. بیشتر آدم‌ها از اینکه از خودشون خجالت بکشن فرار می‌کنن، چون این کار براشون بسیار دردناکه. بنابراین اگه خودتون رو از چیزی که اساساً میتونه به دلیل ترس و وحشت گذرایی که در اون وجود داره و موجب شرمساری و خجالتتون میشه دور نگه دارید، باید بدونید که هرگز موفق نخواهید شد. اون کاری که احساس میکنید براتون مهمه رو انجام بدید. ظاهراً دوباره به نظر میرسه که همه چیز به آسیب پذیری و مدیریت اون برمیگرده. همین حالا هم کاری هست که دوست دارید انجامش بدید. چیزی که به انجام دادن اون فکر می کنید، چیزی که در موردش فکر و خیال می کنید و ساعتها رؤیاش رو در سر می پرورونید، اما با این وجود انجامش نمی دید. بدون شک برای انجام ندادنش هم دلایل خودتون رو دارید و مدام هم این دلایل رو با خودتون تکرار می کنید. اما اینا چه دلایلی هستن؟ چون همین حالا میتونم به شما بگم که اگه این دلایل برگرفته از تفکرات و اندیشه ها و باورها و قضاوت های دیگران باشن، باید بدونید که خیلی وقته که دارید خودتون رو گول میزنید و تیشه به ریشه خودتون میزنید. شاید دلایلتون چیزی شبیه این هاست. نمیتونم کاری رو شروع کنم چون وقت گذروندن با بچه هام برام مهمتره. یا بازی استارکرافت با موسیقی تداخل ایجاد میکنه و موسیقی برام مهمتره. در این صورت دلایل شما قابل قبوله، اما اگه بگید پدر و مادرم بدشون میاد یا دوستان مسخرم میکنن یا اگه شکست بخورم یعنی احمقم، به احتمال قریب به یقین شما از چیزی فرار میکنید که شدیداً براتون مهمه. یادتون باشه اهمیت دادن به اون چیزی که شما رو میترسونه به اون گند بزنید. شما از اینکه مادرتون چه فکری میکنه یا دوست و آشنا چی میگن نمیترسید. اگه به گونه‌ای زندگی کنید که خودتون رو از اون چه ممکنه مایه شرم و خجالتتون شه دور نگه می‌دارید، در واقع مثل اینه که سرتون رو در برف فرو کردید و چشمتون رو روی واقعیت‌های ناخوشایند زندگیتون می‌بندید. چیزهای مهم و شگرف ماهیتاً منحصر به فرد و خلاف عرف هستند. برای رسیدن به اونها باید خلاف ذهنیت و تفکر رایج جامعه حرکت کنیم و این کاری ترسناکه. از خجالت کشیدن، شرمنده شدن و ترسیدن استقبال کنید و اون رو در آغوش بگیرید. احساس حماقت کردن بخشی از مسیر رسیدن به چیزی مهم و معناداره. هرچه از تصمیم‌های اصلی زندگیتون بیشتر بترسید، احتمالاً بیشتر نیاز دارید که اونها رو عملی کنید. 5. چطور می‌خواهید دنیا را نجات دهید؟ در صورتی که اخیراً اخبار رو ندیدید، باید به استحضارتون برسونم که دنیا چندین و چند مشکل عمده داره. یادتونم باشه که همه چیز فنا شدنیه و ما همگی قراره بمیریم. قبلاً هم در این باره صحبت کردیم. تحقیقات هم این گفته من رو تأیید می کنن.
برای اینکه زندگی شاد و سالمی داشته باشیم، باید به ارزش‌های پایبند بمونیم که از رضایت یا خوشحالی خودمون مهمترن. پس یک مسئله عمده و اساسی در این جهان رو انتخاب کنید و سعی کنید جهان رو از شر اون نجات بدید. مشکلات و مسائل متعددی در این جهان وجود داره. نظام آموزشی دربوداغون، توسعه اقتصادی، خشونت خانگی، بهداشت و مراقبت ذهنی، فساد دولتی و غیره و غیره. اخیراً مقاله‌ای در مورد قاچاق جنسی در ایالات متحده خوندم. به شدت تحت تأثیر این مقاله قرار گرفتم. دوست داشتم میتونستم کاری در این زمینه انجام بدم. با خوندن اون مقاله صبح هم به کلی خراب شد. مسئله‌ای رو پیدا کنید که براتون مهمه و در جهت حل اون اقدام کنید. معلومه که قرار نیست شما همه مشکلات جهان رو به تنهایی حل کنید. اما میتونید سهمی در این بین داشته باشید و تأثیری به وجود بیارید. در نهایت همین احساس تأثیر گذار بودن و تفاوتی به وجود آوردنه که مهمترین عامل رضایت درونی و خوشحالی شما خواهد بود. اهمیت با هدف برابره. میدونم الان به چی فکر میکنید. به میگید مارک گیرم همه اینا رو خوندم و دود از کلم بلند شد. اما اینا که عملی نیست. چطور عملیشون کنم؟ سوال خوبی پرسیدید. 6. اگر هفتی روی سرتان باشد و مجبور باشید هر روز از صبح تا شب از خانه بیرون بروید، کجا می روید و چه کاری می کنید؟ رضایتمندی از خودمون و وضعیتمون دشمن بسیاری از ماست. ما انسانها به زندگی روزمرمون عادت می کنیم. حواس خودمون رو پرت می کنیم. مبلی که هر روز روش می شینیم و خونمون به ما احساس راحتی و رضایت می دن و هیچ اتفاق جدیدی در زندگیمون نمی افته. مشکل همینجاست. اون چه بیشتر مردم درک نمی کنن و به اون پی نمی برن اینه که عشق و علاقه محصول عمله، نه علت اون. پیدا کردن اون چه به اون علاقه دارید و اون چه براتون اهمیت داره یک فرایند سراسر آزمون و خطاست. لحظه ای نباید از اون غافل شید. مثل یک رشته ورزشیه که باید خودتون رو درگیرش کنید. تا وقتی کاری رو انجام ندیم، نمیدونیم چه احساسی نسبت به اون داریم. پس از خودتون بپرسید، اگه کسی هفتی روی سرم بذاره و مجبورم کنه هر روز از خونه بیرون برم و کاری غیر از خوابیدن انجام بدم، چطور میخوام خودم رو سرگرم کنم؟ در ضمن بدونید که قرار نیست به کافه‌ای برید و اونجا بشینید و در شبکه‌های اجتماعی بگردید. احتمالاً که چنین کاری انجام خواهید داد. اما فرض کنید که هیچ وبسایت، بازی ویدیویی یا تلویزیونی وجود نداره. باید هر روز از صبح تا شب از خونه بیرون بمونید و شب موقع خواب به خونه برگردید. کجا میرید و چه کاری میکنید؟ در یک کلاس رقص ثبت نام میکنید؟ عضو کتابخونه میشید؟ تحصیلاتتون رو ادامه میدید؟ سیستم آبیاری جدیدی اختراع میکنید که قادر جان هزاران کودک رو در روستاهای افریقا نجات بده؟ یا کایت سواری یاد میگیرید؟ با این همه وقتی که در اختیار دارید چه کار میکنید؟ اگه این سوال براتون جالب و جذابه، جوابهاش رو در دفتری یادداشت کنید. از خونه بیرون بزنید و اونها رو تجربه کنید. در ضمن اگه انجام این کارها باعث شه از خودتون خجالت بکشید، چه بهتر. به خودتون جایزه هم بدید. 7. اگر میدانستید قرار است یک سال دیگر مثل امروز بمیرید، چه کار می کردید و دلتان می خواست دیگران چطور از شما یاد کنند؟ بیشتر ما فکر کردن به مرگ رو دوست نداریم و ما رو می ترسونه. اما جالبه بدونید فکر کردن به مرگ خودمون فواید عملی بسیار زیاد و شگفت‌انگیزی برامون به همراه داره. یکی از این فواید اینه که وقتی به مرگ فکر می کنیم، اهمیت چیزهای مهم یا حتی غیر مهم و بی‌معنی و احمقانه به صفر می رسه. وقتی دانشجو بودم عادت داشتم قدم بزنم و از دیگران بپرسم اگه فقط یک سال دیگه فرصت زندگی کردن داشته باشید چی کار میکنید؟ پاسخهای مبهم و خسته کنندهی به سؤالم میدادن. بعضی ها ناراحت میشدن یا من رو جدی نمیگرفتن. اما در خلوت خودشون به فکر فرو میرفتن و به زندگی خودشون از زاویه متفاوتی نگاه میکردن و اولویتهای خودشون رو مجددن محک میزدن. در نهایت مرگ تنها چیزیه که به ما نگرش و دیدی روشن درباره ارزش زندگیمون میده.
فقط با فکر کردن به عدم حضور و وجود خودتون در این جهانه که میتونید پی ببرید در دوران حیاتتون مهمترین کار کدومه. قرار میراث شما چی باشه؟ قرار چه چیزی رو از خودتون به جا بگذارید؟ وقتی شما رفتید دیگران قرار دربارتون چی بگن؟ در اعلامیه فوت شما چی باید بنویسن؟ اصلاً چیزی برای گفتن وجود داره؟ اگه چیزی برای گفتن وجود نداره، دوست دارید در اعلامیه فوت شما چی بنویسن؟ از امروز چطور میتونید به سمت اون روز و اون مقصد قدم بردارید؟ اما اگه با خودتون فکر میکنید باید یه مشت مزخرف و چرندیات توی آگهی ترحیمتون نوشته شه تا دیگران رو تحت تأثیر قرار بده، باز هم به بیراهه رفتید. آدما نمیدونن چه چیزی براشون مهمه. نمیدونن ارزش‌های اونا چیه و برای همین احساس میکنن سردرگمن و هدفی در زندگی ندارن. وقتی ارزش‌های خودتون رو نمیشناسید، مجبور میشید به ارزش‌های دیگران چنگ بزنید و اولویت‌های دیگران رو زندگی کنید. این جاده‌ای یک طرفه و ارتباطی یک طرفه و در نهایت ناسالمه. کشف هدف خیشتن در زندگی روی پیدا کردن یک یا دو چیز بزرگتر از خودتون و بزرگتر از اطرافیانتون تمرکز میکنه. پیدا کردن هدف زندگی ارتباطی به دستاوردهای بزرگ زندگی نداره. پیدا کردن هدف زندگی صرفاً پیدا کردن راهی برای خوب گذروندن فرصت محدودیه که در زندگی داریم. پیدا کردن راهی برای فکر کردن فراتر از خودتون. برای اینکه بزرگتر از خودتون فکر کنید و به گونه‌ای متناقض دنیایی بدون خودتون رو تصور کنید. Thank you.